پایانبندی یک سناریوی ضد ایرانی و ضد اسلامی، 16 ساعت گروگانگیری در سیدنی فرصت خوبی برای رسانه‌های غربی فراهم کرد تا بار دیگر بر طبل پروژه ایران هراسی و اسلام ستیزی بکوبند. بازیگری در یک سناریوی کاملا حرفه‌ای. ابتدا رسانه‌های استرالیا و بلافاصله دیگر رسانه‌ها این فرد هارون مونس را عامل گروگانگیری دیروز در شهر سیدنی معرفی کردند. همزمان تصاویری از وی در لباس یک روحانی منتشر و اعلام شد وی ایرانی است تا زمینه لازم برای پیشبرد سناریوی طراحی شده علیه اسلام و ایران فراهم شود. اما هارون مونس کیست؟ بر اساس اطلاعات دستگاه قضایی و پلیس ایران، او حدود 20 سال پیش به دلیل کلاهبرداری و با سوابق سوء متعدد از ایران گریخت. دولت استرالیا وی را به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفت و به رغم پیگیری از طریق اینترپل او را تحویل تهران نداد. این فرد سال 75 مدیر یک شرکت مسافرتی بوده، کلاهبرداری میکنه، متواری میشه به مالزی، از مالزی با اسم جعلی میره استرالیا. بعد از طی مراحل قضایی سال 79 دستگاه قضایی ما هماهنگ میشه، با اینترپل اعلام جرم میکنه به استرالیا و خواهان استرداد میشه. اونها ادعا میکنن که ما موافقت نامه استرداد مجرمین با شما نداریم و استنکاف میکنن. با اینکه هارون مونس هیچ گونه سابقه تحصیلات حوزوی نداشت، در استرالیا لباس روحانی پوشید و تحت عنوان درمانگر مذهبی در استرالیا بارها جنجال آفرید و مصاحبه هایی را هم بر ضد جمهوری اسلامی ایران انجام داد، اما دولت استرالیا با وی هیچ گونه برخوردی نکرد. پناهجویی به عبارتی بوده که سوابق مجرمانش و سوابق روانی بودنش مسلم بوده و اجازه داده میشه که در اون کشور فعالیت بکنه، فعالیت سیاسی و تبلیغاتی، به خصوص در یه برهه علیه جمهوری اسلامی ایران این تبلیغات رو داشته باشه و با تذکرات متعدد ما به دولت استرالیا توجهی نشه و بعد از مدتی منجر به این حادثه بشه، مشخصه که متاسفانه از این افراد ابزاری استفاده میشه و سرفرازیم که این اطلاعات رو کامل به دولت استرالیا داده بودیم. فعالیت های هارون مونس تا جایی پیش رفت که رهبر شیعیان استرالیا در مصاحبه با نشریه استرالیان در ژانویه 2008 خواستار تحقیقات پلیس در رابطه با هویت و فعالیت های پشت پرده وی شد. رسانه های استرالیا وقتی بیشتر با نام هارون مونس آشنا شدند که حداقل 40 پرونده شکایت قربانیان جنسیش در دادگاه مطرح شد. عامل گروگانگیری مدتی قبل از اقدام تروریستی خود از مذهب شیعه خارج شد و به گرایش‌های تکفیری و داعش پیوست. تونی عبوت نخست وزیر استرالیا امروز اعلام کرد عامل گروگانگیری فردی دارای سوابق بی‌ثباتی روانی و افراط‌گرایی بوده است. کاملا روشن است که عامل این گروگانگیری فردی با مشکلات شدید روحی و روانی بود. او سابقه مشکلات روحی و روانی جدی داشت. جنجال آفرینی در خصوص یک ماجرای گروگانگیری، آن هم به وسیله یک فرد دارای سوابق سو که دولت استرالیا هم از آن اطلاع داشته، و فضاسازی تبلیغاتی در خصوص اسلام و ایران علامت های سوالی هستند که ابهامات در خصوص این گروگانگیری را افزایش می‌دهد. به خصوص آنکه این ماجرا دو روز بعد از اجتماع میلیونی شیعیان در کربلا اتفاق افتاد.